صبح زیبا و دلنگیزه همه شما بیننده های عزیز ما در سراسر سر افغانستان و بیرون از کشور باز هم بخیر شما برنامه ما را از طریق شبکه های آریانا آریانا نیوز و همچنان رادیو آریانا 98.5 آریانا اف ام تماشا هستین ان که تا این دم صبح بسیار خوب را تجربه کرده باشین و در این لحظات برنامه هم روی یکی از موضوعات بسیار مهم می خواهیم صحبت بکنیم معمولا در جامعه که ما تولد میشیم تا زمانی که بزرگ میشیم از طرف والدین خود احساسات ما به نحو سرکوب میشه و والدین ما تلاش میکنن تو احساسات خود را چه خوشی باشه یا هم غم باشه یا هم مشکلات را که ما در محیط زندگی خود تجربه میکنیم باید سرکوب بکنیم و با کس شریک نسوزیم اما این که سرکوب کردن احساسات ما در چنین مرحله چه مشکلات را میتونه در آینده بر ما ایجاد بکنه و چه قدر ما در زندگی خود از انجام دادن کارهایی که بر ما میتونه تأثیر گذار باشه و به خاطر رشد و پیشرفت ما موثر تمام شود ما بالاخره جلوگیری میکنیم تمام این مسائل را میخوایم صحبت بکنیم با استاد محترم محمد صفا فرزایی روانشناس بالینی یا کلینیکی که همین لحظه در استدیو برنامه صبح و زندگی با ما هستند آقای فرزایی سلام و صبح شما بخیر بسیار خوش آمدین به برنامه زنده و سلامت باشین صبح شما بخیر صبح عزیزای بیننده آرزو دارم که همه گی صبح خوش آغاز کرده. بسیار تشکر سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه انشاله که بخیر رسیده باشیم زنده باشه. و سلامت باشین بخیر خب همه ما انسان ها احساسات مختلف داریم زمانی که یک کودک تولد میشه که احساسات می داشته باشه تا ای که بالاخره دار فانی رو ودا می کنه. حالا قبل از همه در رابطه به انواع احساسات می از شما یک مقدمه داشته باشیم بیاین در اول می خواهیم بحث قسم آغاز بکنیم ما به خاطر بهتر زندگی کردن به خاطر بهتر روابط داشتن سه تا مهارت نیاز داریم که نار یاد یک مهارت نگفتن این رو باید یاد بگیریم مهارت دوم مهارت ابراز احساسات مثبت و ابراز احساسات منفی سوم مهارت درخواست کمک این یعنی یک مسلس اگر تشکیل بتیم این سه تا مهارت میتونیم در سه قسمت بگذاریم و این سبب بهتر زندگی کردن میشه و این سبب زیبا زندگی, زیبا زندگی کردن میشه زمانی که ما در مورد احساس صحبت میکنیم احساس برگرفته شده از افکار برگرفته شده از ذهنیت و برگرفته شده از مسائل هست که ما در اون مورد فکر میکنیم انواع احساس وجود داره غم است مثلا احساس خشم است احساس خوشی هست احساس باش. شادی هست احساس حز و کیف است که انواع مختلف میتونن داشته باشن جالبی است افرادی که یعنی احساساتشان سرکوب میشه که معمولا احساسات حالا منفی بگوییم بیاین بحث منفی را باز بکنیم سرکوب میشه یا گاهی اوقات هم احساسات مثبت سرکوب میشه این سبب میشه که ما وقت بزرگ شویم دیگه او احساسات خوب نداشته باشیم <تصفح> مثال براتون میگم یک شوهر بر خانمش نمیتونه بگه دوست دارم چرا احساسش دیگه ضربه خورده <تصفح> اگر بگوییم هم شرم میدانه و خجالت میدانه یا یک مرد دوچار یک مشکل شده گریه نمی کنه چرا؟ برش گفته شده که مردها گریه نمی کنن. یا مثل از یک جایی که نباید احساس خود ابراز بکنه ببینی که اونجا ابراز میکنه یا یک جایی که باید احساس خود واقعا سرکوب کنه مثلا یادم یا خوش است محفل محفل جگرخونی و پریشانی از اینجا باید احساس خدا اما احساس شادی خدا نباید ابراز بکنه ابراز میکنم یعنی من فکر میکنم بحث احساسات یک یعنی مسئله مهم زندگی ما هست اگر ما احساسات خدا ابراز نکنیم این احساسات سرکوب میشه و این احساسات در وجود ما اما میمونه دقیقاً استاد محترم حالا بر بگوین که از چه زمان ما یاد میگیریم که احساسات خود را چه احساسات مثبت باشه چه احساسات منفی باشه ابراز نکنیم و از ابراز کردنش و ترس پیدا میکنیم بیاین اول یک مسئله رو بگویم ما در انواع درمان ها یک درمان داریم به نام ترهوار درمانی که اینا رو به نام درمان های موج سوم یاد میکنن یعنی سه شناخت درمانی رفتار درمانی موج سوم هم که انواع درمان هاست یکیش به نام ترهوار درمانی یاد میشم احساس. یک ترهواری که یک فرد میتونه داشته باشه او امو سرکوب شدن احساسات و هیجاناتی که در وجود فرد میتونه باشه و وجود داشته باشه زمانی که فرد احساساتش سرکوب میشه زمانی که فرد احساساتش در درونش میمونه سه تا راهکار داره که اینا رو ابراز میکنه یا به سه نوع نمایش میده اونم احساساتم اول به نام تسلیم یاد میشه یا سبک مقابله تسلیم کسایی که احساساتشون سرکوب شده امروز بسیار راحت مثلا بعضی کسا رو ما دیدیم میگه اینمی آدم هرچی دوام بزنی هیچ چیز برات نمیگه بسیار یک آدم متین است بسیار یک آدم ملایم است <متصفح> هیچ هیچ عصبانی نمیشه هیچ اصلا برش اگر یک گپ بد و منفی هم بگی اصلا به طرف نگاهی بد نمیکنه که چرا برام این قسم گپ گفتی این سبک مقابله ای سبک تسلیم است بله <متصف> سبک دومش سبک اجتناب است <متصف> <متصف> کسایی که هیجاناتشان سرکوب شده حالا به خاطر از اینکه یک کاری که در اون هیجان وجود داره چی میتونه این هیجان خوشی باشه چی میتونه این هیجان غم باشه کوشش میکنه به اون سمت سو نره بلد. مثلا فرد احساسات سرکوب شده برای سالگره گرفتن میگن خب اینجا سالگریت است یعنی هم همگی خوش هستن چرا خوب است که تو یک سال دیگه عمرت از سپری کردی اصلا خوش نمیشه و حتی نمیخواد بره نمیخواد اشتراک بکنه در این سالگره میخواد که اجتناب بکنه بس. سبک مقابله ای سومش سبک جبران افراطی نامیده میشه بعضیا چون احساساتش سرکوب شده حالتی که جبران افراتی داره شما یک جملی میگین که اصلا اثر منفی نداره اما این آدم یک بار انفجار میکنه یا یک جملی خوبه که برش میگین یا فکر کنین در یک محفل دوتش نباید این اینجا برقصه اما آن قدر میرقصه که بیش از حد و بیش از اندازه اینو میگن سبک ای جبران یا جبران افراطی برش میگین که اینا معمولا همو احساسات خود با این سینه و ابراز بکنن دقیقا حالا استاد از میان این سینه و ابراز احساسات که گفتین تمامش به بیمارگونه هست و بلی. سالم نیست ای ای ولی کدام نوعش اثرات مخرب کمتر میتونه به فرد ایجاد بکنه خب باش که امی بحث پیشتر هم که گفتین نکته بسیار خوبه گفتین بحث کودکی که آلی آغازش میشه بس. از کجا ای آغاز میشه بعدش میایی که چگونه ما ایره ابراز بکنیم زمانی که طفل میخواه بخنده میگن بچیم نباید بخندی در مقابل کلانا خندیدن بد است میخوای گریه کنه نباید گریه بکنی در مقابل دیگرها احساسات سرکوب کرده میرن با رفتار فرد یا گاهی اوقات با گفتار این کار انجام میتن. یکی که فر رفتار دارم میخواین این رو سرکوب بکنن و زیاد وقتها می برچست میزنن مثلا مرگنیه کنن مثلا نباید تو احساسات و دیگر را کنی اگر مثلا یک کلمه دوست دارم و یک چیزی میخواد بگوید میگن خب تو این ای, ای کار را نباید بکنی آن قدر هم این را برچست پای منفی میزنن که بالاخره این را کلن میتونن سرکوب بکنن نظر من که ما زمان خیلی خوب هستیم یا زمان ما وضعیت نرمال داریم یا زمان بهتر هستیم که ما بتانم در جایی که گریه میکنم بتانم خوب گریه کنم در جایی که خنده میکنم بتانم خوب خنده کنم در جایی که خشمگین میشم خوب خشمم که میایه دیگه ایرم که باید داشته باشم اما بحث کنترلش مهم است در کنار ازی هر آن جایی که هر احساسی دارم باید ابراز کنم اگر سردم شده باید به دگرا بگویم که خب من سرد شده بیشتر می اومدم راننده بگه برام یک کس همراهش بود میگه اینجا خدا گرم کن نه نه میگه در حالی که من متوجه بودم خیلی سردش شده میگه نه من دقیقش نیستم ببینید برد. پنهان میکنه امی قسم اینا فکر کنین اینه که پنهان میکنه همین قسم احساسات مثبت پنهان میکنه این این قسم ابراز نکردن احساسات ما میتونه اثر بسیار بزرگ روی زندگی ما بگذاره دقیقاً در روابط ما اثر بگذاره در رابطه با پدر مادر در رابطه با همکار اینا میتونه که اثرات منفی خود واقع بدون شک استاد شما هم صحبت کردین از نو ابراز احساسات که در هر مکان مناسب اگر ما خوشحال میباشیم باید خوشحالی خود را ابراز بکنیم و اگر غمگین میباشیم یا حتی گریه ما میگیره باید گریه بکنیم و به نفع احساسات خود را نشان بتیم ولی نظر به فرهنگی که ما در افغانستان داریم بعضا موضوعات ناپسندی که شما هم بیشتر اشاره کردین وجود داره اگر یک فرد احساسات خود را به نحو سالم ابراز میکنه برچسب های مختلف بالایش گذاشته میشه حالا ما چه کار باید بکنیم آیا به طرف موضوعات فرهنگی بیشتر توجه بکنیم یا هم به طرف احساسات سالمه که ما باید از خود نشان بدیم بحث مهمی است که ما نباید صحت فدای فرهنگ کنیم نباید صحت فدای پول کنیم نباید صحت فدای دوست رفیق خود کنیم وقتی ما بحث از یک رو... بحث روابط انسانی را در میان میاریم و ما میخواهیم کودک خود تربیت بکنیم پس دیگه او روابط حتی روابط با دوستای خودم داریم او را هم ما فکر میکنم زیر پا بگذاریم بهتر است نسبت به اینکه ما طفل خود را آسیب بزنیم کودک خود ما را آسیب بزنیم مشکل یک جای دیگه است مشکل اینجاست که ما متاسفانه یاد نداریم و نمیفهمیم که چگونه با کودک خود ما برخورد بکنیم. حالا به خاطر که مهمان ناراحت نشه کودک خود سرکوب میکنیم لاتکوب میکنیم بالاخره آسیب میزنیم که چرا چاکلیت گرفتی به خاطر با. که باش مهمان خفه نشه و ما آدمای خوب معلوم شویم امه. اگر ما آگاهی داشته باشیم از اینکه خب همه ما انسان هستیم نیم جامعه انسانی هم مهمان آمده با چه تفاوتی داره خود درست حالا در کمک ادب و احترام اینا در نظر بگیریم اما چرا این سرکوب میکنی خب این هم که نیاز داره دیگه باید به با نیاز از ما رسیدگی بکنیم مشکل اینجاست است که ما این اصول تربیتی را بلد نیستیم ما فکر می کنم اگر ما اصول تربیتی را یاد بگیریم خیلی از این مشکلات حل میشه حالا نه ما رو میاریم با سمسوی فرهنگ و مردم اینا بیشتر مشکل مردم ای است که زندگی میکنن به خاطر مردم زندگی میکنن به خاطر نظر و قضاوت مردم که مردم در مورد ما چی نظر دارن به این خاطر طفل خود سرکوب میکنن به این خاطر احساسات خودشون سرکوب میکنن و این میتونه که مشکل ذا باشه و مشکلات مختلف به وجود بیاره بیاین یک نکته بسیار مهمه بگویم یکی از دانشمندای غربی به نام یونگ میای انرژی روانی را رو به سه قسمت تقسیم میکنه یکی از او قسمت ها به اصل ارز نامیده یا ارزی نامیده میشه میگه انرژی روانی که در وجود ما هست یکی از شیوه ها که منام هرزه است ای را نشان میده که انرژی ها هیچ وقت از بین نمیره هیچ وقت کلا نمیشه که ما مثلا ای رو دور بندازیم انرژی ها جا و جا میشه جا, جا و جایی جا. ای به این معنا من مثلا اینجا عصبانی نشدم خب فکر میکنم خلاص شد رفت نه ای دیگه در درون من مانده یعنی جا و جا میشه چی گونه ای ابراز میکنم خب با این آدم نتونستیم چیز بگوی مثلا این برادرم است کلان است خب یک احترام کردم این مرا خشمگین ساخت خشم کجا ابراز میکنم وقتی که رفتم با یک همکار خود میفهم که نال اینجا از زور میکشه اگر اینجا یک چیز بگوییم می نمیتونه برام چیز بگویم اینجا دیگه خالیش میکنم انرژی ها جا بجا میشه دفت اگر دفت ما انرژی امو امونجا ابراز نکنیم این میتونه در دیگه جا باشه و یک آسیب بسیار جدی را بر ما بزنه او آسیب جدی است که ما با های بدنی میتونیم او را بیرون بکنیم زیاد کسا را دیدید میگم من مشکل معده دارم هر چی علت چه جستجو میکنیم نمیافیم مشکل قلبی پیدا کردیم علتش هم مشکل مثلا مویروی پیدا کردیم علاج هم نمیفیم وقتی که فرد دوچار استرس شد خب خود خشم عصبانیت سبب استرس میشه و این استرس سببی میشه که ما بالاخره توسط دردای بدنی و مشکلات فیزیکی او را بتونیم بیرون بکنیم دقیقاً یک مشکل کلان بله فرضیه صاحب پیشتر هم شما یادآوری کردیم در رابطه با سه سبک که کسایی که احساسات خود را در دوران کودکی یا هم بزرگسالی سرکوب کردن از اون سه سبک پیروی میکنن یا تسلیم میشن یا مقابله میکنن یا جبران افراطی میکنن حالا کسایی که همین مشکل را چطور میتونن که احساسات سرکوب شده خود را بالاخره به نحو سالمش ابراز بکنن و امو سرکوب شدگی که در دوران طفولیت اینا تجربه کرده بودن بتونن درمانش بکنن و راه حل درست و منطقی برش پیدا بکنن بسیار خوب اول یک چیز دیگه را میگم بعدش میریم روی درمان ببینین زمانی که ما آسیب هیجانی دیدم زمانی که هیجانات ما سرکوب شد بعدش رفتار ما فرق میکنه با محیط مثلا بعضی‌ها دیدین علاقه ازدواج هیچی ندارم ما اصلا ازدواج بکنیم بله. یکی از دلایلش پیدا میکنیم احساسات سرکوب شده دیگه امروز نمیتونه اونم تصمیم بگیره اصلا ذهنش اجازه نمیتونه که وارد یک رابطه شود اما به خاطر از اینکه ما از این حالت براییم ما فکر میکنیم نیاز به تمرین داریم نیاز به تکرار داریم هر چیز سرجاش ابراز بکنیم ما مثلا یک جایی دگرا فکای میگن ما اصلا نمی خندیم نمیگیره چون هیجانات سرکوب شده من اینجا حتی به گفته یا همون خنده های پلاستیکی هم که دارم خندهای های قالبی هم که دارم همونا رو میتونم داشته باشم یک بار دو بار ده بار بیست بار صد بار اینو تکرار بکنم، آیسا آیسا میشم من میگم اگر بر مادرت گفته نمیتونی که مادر جان دوست دارم از امروز اینو تکرار کو اگر بر همسرت گفته نمیتونی خیر است اینو از امروز تکرار کو مستقیم نرو گیره بگی خیر است مثلا با پیام بعدش هم احساس سب میتونی که در حضورش گپه بگویی بعدش میتونی چشم و چشم شوی بگویی از امینجا اگر شروع بکنیم پس میتونیم ما و احساسات منفی و احساساتی که در وجود ما سرکوب شده اونا رو بیرون بکنیم یا مثلا احساس غم است ما میگیم ما میگیم زیاد وقتا گریه کنیم زیاد وقتا دلتان میشه چیغ بزنین چیغ بزنین زیاد وقتا دلتان میشه که خنده کنین بخندین از دل بخندین اصلا در فکر مردم نباشین که چی میگن در مورد شما اینا رو ما داشته باشیم بار بار تکرارش بکنیم تمرینش بکنیم میتونه که بسیار کمک کنند بسیار عالی تشکر میکنم از صحبت های بسیار عالی تان فرزای سایبازی که در مورد سرکوب احساسات و مشکلات را که میتونه بر ما ایجاد بکنه با ما هموطنان عزیز ما معلومات خیلی جالب را شریک کرده حالا خیلی کوتاه در آخر از شما میشنویم کسایی که تا حال چنین مشکل را داشتن و نتونستن که با کوشش های مکرر خودشان خودشان را درمان بکنن بهترین کار برشان چه هست و چه زمان نزد یک مشاور خوب مراجعه بکنه اول خود میگم یک نیاز اساسی بر همه ما هست ما آگاهی خدا بلند ببریم در راستای بهتر زندگی کردن درست است که مثلا ما انجینیر هستیم درست است که ما یک دکان داریم درست است ما درایور هستیم هر کاری هستیم حداقل این روی زندگی کار بکنیم روی فکر کار بکنیم روی ذهنیت روی شخصیت روی رفتار اینی رو بیایم یک مقدار بلند ببریم بعدش اگر مشکل جدی است مثلا گفتم یک کس ازدواج نمیتونه یک کسی واقعا نمیتونه بخنده واقعا نمیتونه بگیره اینا نیاز و درمان دارن که با روانشناس صحبت بکنن او میتونه کمک کننده باشه اما یک چیزی که میگم برنامه ما رو هم فراموش نکنن و متوجه هستم خیلی بحث‌های خوبه ارائه این یا میتونه یکی از راه های حل خوب باشه بسیار تشکر سلامت باشین از حضور شما قلبا سپاس با امید همکاریتان در برنامه های آینده زنده اوقات بس. خوب و خوش داشته باشید از شما هم قلبا تشکر هموطنان عزیز که تا این لحظه با ما هستین و همچنان عزیزایی که از طریق رادیو 93.5 و 9 FM صدای ما را تا هنوز مشنوین انشالله که تا پایین برنامه ما را همراهی بکنین و از داشته های مال ببرین تا لحظات بعد بخش ورزش را فراموش نکنین با خبرهای تازه ورزشی همکار خوب ما حجان سروش با شما خواهد بود ولی قبل از همه وقفه بسیار کوتاه.